فرزند برومند و دوست داشتنی شهید بزرگوار آیت الله دکتر بهشتی که در رشته حکمت و فلسفه غرب ایشون درجه دکترا رو اخذ کردن، امروز استاد دانشگاه تهران هستن و تربیت شده اندیشه های معمار انقلاب اسلامی. آقای دکتر بهشتی روی صحنه هستن. دکتر محمد رضا بهشتی، فرمایشاتشون رو با اشتیاق میشنویم. سلام علیکم و رحمت الله. در جمع جوانان پرشوری هستیم که هوشیارانه نسبت به مسائل جامعه خود با نگاهی تیزبینانه و نقادانه نگاه می‌کنند. جوانانی که ویژگی اصلی اونها صداقتشون و حق طلبی اونهاست، اون هم حق طلبی که هنوز مشوب به هیچ ملاحظه ای و هیچ محاسبه ای در زندگی نشده. من میخواستم نکاتی رو در این چند دقیقه کوتاه که به من تذکر هم دادند که زمان برنامه چون فشرده است محدود کنم سخنم رو، میخواستم خطاب به دو برادر ارجمند جناب آقای خاتمی و جناب آقای مهندس موسوی عرض کنم. الان خطابم متوجه به خود شما دوستانه. بسیار سخن گفته میشه از جوانان به عنوان یک مسئله. من میخواستم عرض کنم به عنوان یک معلم که تماس هم در طی این سالها با جوانان زیاد بوده و هست که جوانان ما مسئله نیستند. جوانان ما نیروی پرشوری هستند که با اندیشه خود و با فعالیت‌های گسترده خود نیروی بزرگی رو برای شکل‌دهی به کشور و آینده اون تشکیل میدند. جوانانی که به گمان من بسیاری از مسائل رو اتفاقا خوب میفهمند، ضمیر اونها ضمیر صافی است و این مجال رو به اونها میده که به دور از کژفهمی هایی که ممکنه در مسیر زندگی به دلایل مختلف دچار شده باشیم و چنان نگاه تسلب آمیزی رو برای ما به همراه داشته که دیگه امکان نگریستن آزاد به مسائل رو نمیده، ممکنه در اونها نباشه و بنابراین همونطور که عرض کردم زوایایی رو گاهی ببینند که ممکنه از دید ما پنهان باشه. من حتی تو کار علمی میخوام عرض بکنم در همین دانشگاه ها که مشغول بودم گاهی وقتا به نظرم میرسید که چقدر مدیون همین نگاهی هستیم که
در میان جوانان علاقمند نسبت به موضوعاتی که حتی در دایره تخصصی کاری خودمون هست ملاحظه میکنیم و انصافاً میخوام عرض بکنم که یاد زیاد گرفتم از جوانان عزیزمون. البته به اقتضای همین صداقت و حقیقت جویی جوانان عزیز با ممکنه پرسش هاشون، نقد هاشون، اندیشه هاشون رو گاه با لحنی بیان کنند که اندکی برای ما تلخ باشه. میخواستم عرض بکنم که این تلخی رو به صداقتی که با اون دارن بیان میکنن مطالبشون باید به خودمون بخریم. یادی بکنم از مرحوم شهید آیت الله بهشتی که ایشون در باره این نوع برخورد میگفت من تلخی سخن صادقانه رو به شیرینی سخن منافقانه ترجیح میدم. در قبال پرسش های جوانان ما باید با سعه صدر و با صداقت برخورد کرد. پاسخ صداقت صداقته. به خصوص اگر این پرسش های اونها و نقد های اونها متوجه موضوعاتی بشه که نقش تعیین کننده در زندگی همه ما دارند، به ویژه باز اگر این پرسش ها و نقد های اونها متوجه باورهای ما از جمله باورهای دینی ما بشه، باز هم به اقتضا به یادم چون آمد سخنی رو از مرحوم شهید آیت الله بهشتی نقل کنم. ایشون خطاب به هملباسان خودشون در جایی میگفتند که دوستان، در مقابل پرسش ها و نقد هایی که متوجه طرز نگرش ما نسبت به باورهای دینی وجود داره، هیچگاه عصا بلند نکنیم. گمان نکنیم که اگر برخورد پرخاشگرانه داشتیم این پرسش ها، این نقد ها از بین میرن، بلکه اتفاقا همچون موریانه ای از درون ایمان صادقانه جوانان ما رو میخورن. خواستم خدمت این دو برادر ارجمند عرض کنم این صداقت، این تیزبینی، این نقادی از روی دلسوزی رو همه ما از جمله شما برادرانی که در عرصه اجتماعی سیاسی در جایگاه خطیری قرار گرفتین، این رو ارج بگذاریم و به استقبال این روحیه که روحیه خاص جوانان حقیقت جوست بریم، نه تنها از مواجهه با این نگرانی و دغدغه نداشته باشیم، بلکه این رو به عنوان یک سرمایه بزرگ برای کشورمون بشماریم. از اینکه دوستان حوصله کردند و این دقایق به سخنان بنده گوش دادن متشکرم.
خدا نگهدار.